با سلام، جانفی هستم، سرپرستار ICU بیمارستان رازی. با توجه به اینکه به شدت در رعایت پروتکل ها تاکید شده، ولی متاسفانه میبینیم که در سطح جامعه این رعایت کردن پروتکل ها یه مقدار کم رنگ تر شده. توی سطح شهر میبینیم که خیلی ماسک نمیزنن. این عدم رعایت پروتکل ها باعث شده که متاسفانه این پیک جدید در حال اوج گرفتنه و به شدت مراجعه این به مراکز درمانی و اورژانس ها تعدادشون بیشتر شده. با توجه به اینکه این پیک جدیدی که الان ما هستیم نسبت به پیک های قبلی خیلی قدرت سرایت پذیری ویروس بالاست، یعنی میتونیم بگیم که این ویروس اگر که تو پیک های قبلی یک بیمار میتونست یک فرد رو آلوده کنه، ولی توی این پیک یک بیمار میتونه بین 10 تا 15 شاید 17 الی 18 نفر رو آلوده کنه و یه زنگ خطریه برای جامعه که ما باید پروتکل ها رو مثل پیک های قبلی رعایت کنیم. استفاده مستمر از ماسک در عموم در فضای بسته به شدت ضرورت داره. رعایت پروتکل ها مثل قبل باید بیش از حد رعایت بشه. شاید بخامت بیماری نسبت به پیک های قبل خیلی کمتر بشه، ولی با علت اون قدرت سرایت پذیری بالایی که داره این رو میطلبه که ما رعایت کنیم، مسئولین بیشتر نظارت کنن، یه مقدار محدودیت ها رو بیشتر کنن. از طرفی ماه محرم رو ما داریم و قطعا این تجمعات و مراسماتی که داره برگزار میشه ممکنه تعداد مراجعین به بیمارستان ها رو بیشتر کنه و ما خواهش میکنیم از مسئولین نظارت مستمر و مداومی داشته باشن روی مراسمات، روی نزوراتی که مردم در حال پخش هستن، ظروف یک بار مصرف استفاده کنن، نزورات هرجیان مواد خوش باشه و افرادی که علائم دارن، حالا هر گونه علائمی دال بر سرماخوردگی، تب، بدن درد، سرفه، سفتی گردن، آبریزش بینی، این علامت ها رو اگر مردم دارن خواهش میکنیم که در منزل خودشون عزاداری کنن و هرچند برگزاری این مراسمات از وظایف همه ما شیعان و مسلمانان هست و قطعا حفظ جان مردم نه فقط برای ما و کادر درمان بلکه برای حسین و پیروانش هم مهمه، پس چه بسا که خودمون به خودمون کمک کنیم و از اپیدمی بیشتر و اوجگیری این ویروس کرونا جلوگیری کنیم.